عبدالله فتحی هستم، فرزند بیژن، دارای دو فرزند سابق کیفری. بله. سرقت مسلحانه. این آخر سرقت مسلحانه رو بیدستی. سال 86 بود که یه سرقت خودرو داشتم. بله. مسلحانه دستگیر شدم، بعد سند گذاشتم و رفتم بده وسیقه آزاد شدم. اصله رو کجای سرت گذاشتن؟ روی سرم، این هم ناحیه کنار است و گفتن که بشین روی جدول، هیچ اقدامی هم نکن که به ضرر خودت میشه. فکر نکردی مثلا اسلحه پلاستیکی باشه، واقعی نباشه؟ واقعا اون احساس سنگینی اسلحه روی سرم احساس کردم. از زندان که آزاد شدم حدودا 3 ماه بعدش دوباره خلاف کردم. از کسایی که با هم کار میکردیم حدودا برای کار اولی که سرقت مسلحانه قدرتون 5 نفر بودیم، سرقت مسلحانه ارزگان 4 نفر بودیم، سرقت مسلحانه کرج 5 نفر بودیم. معلومه که صفحات حوادث روزنامه ها رو خوندن، شبکه 23 که بسیار پر مخاطبه اون رو دیدن و با حوادث جنایی کشور آشنا هستن، این دسته باند و گروه رو خیلی خوب میشناسن. اونایی که توی کرج خیابون رو بستن، 100 تا گلوله شلیک کردن. روز قبلش یه راننده ماکسیمایی رو توی پونک تهران با تهدید اسلحه و تیراندازی به شدت ترسوندن، ضرب و شتم کردن، توهین کردن، تو خیابون پرت کردن، پا گذاشتن رو سرش و خودروش رو سرقت کردن و 11 فقره سرقت اتومبیل‌های مدل بالا و متعاقب اون سرقت مغازه‌های طلا فروشی. مردم اینو تو صفحات حوادث روزنامه‌ها ظرف یک سال و نیم رصد کردن. از سال 6 قضیه اثری کسب کرد. 2 قضیه اثری کلاشینکوف بود و 4 قضیه اثری کلت کمری که ملاحظه می‌کرد. اولین سرقتتون سرقت طلا فروشی نفت بیژن بود؟ بله، یه زانتی ها سرقت کردیم توی سپاه شهر که با اون زانتی ها اومدیم و طلا فروشی قهرجان سرقت کردیم. اون سرقت کدومانون بودیم؟ توی سرقت قهرجان من بودم، سعید بود، داوود، دانیال، محسن. لازمه که تیراندازی کردن اینا، من از این گفتم الان هم خودمو یا هم بکشن همو کسی بیرون به قد میرسونن اینا به شدت. بعد نفرای که بیرون بودن اونا که حرف بشن شدید کنند تیراندازی کنن، من گفتم از بیرون شدید کنن از این کسی دارن میکشن. دوار اجاب کردیم خودمون زدون مختلف زمین بغل باب صدور. از سال 86 یک گروهی به اصطلاح به تعداد 11 نفر، اینها با تهیه اسلحه و اقلام تروریستی اقدام به ایجاد مزاحمت و گاهن سرقت مسلحانه و سرقت از طلافروشی ها و سرقت بنف در طول این چند سال داشتند و مرتبا توسط پلیس در اصفهان و حتی سایر استان های کشور تحت تعقیب بودند. هم خواسته های مردمی مکرری رو همکاران ما داشتن که در دستگیری اینها اصرار می کردن، مال باختگانی بودن، افرادی بودن که از نظر روحی و جسمی آسیب دیده بودن که خوشبختانه آگاهی استان اصفهان اینها رو مرتب در تعقیب خودش داشت که توانست اینها رو یک سال قبل دستگیر بکنه. سلطان، اینجا رو میدونی کجاست؟ بله. آه. چطوری شناسایی کرد اینجا رو؟ کی شناسایی کرد سعید اینجا رو؟ همین میتونست شدارم میشناختی؟ من... چند روز روی مغازه کار کردی؟ من شاکی تلفروشی فردیس هستم. اون روزی که این سرقت شروع شد ما مشغول کار تو مغازه بودیم، مشتری هم نداشتیم. نکن نکن همون لحظه من و اون دوستامو از پشت ویترین کشیدم بیرون. ما اون لحظه مرگ و جلوی چشامون دیدیم. اون کسی که این وسط تیراندازی میکرد کی بود؟ من بودم. چطور تیراندازی میکردی؟ من هیچ تأثیرم دستم رفت رو ماشین.
چند تا تیراندازی کرد؟ نمیدونم، یه چند تا نشمردمشون، یه چند تا. سر صورتت باز بود یا بسته؟ نه بسته، سر صورتم بسته. چطور اینجا رو انتخاب کرده بود؟ دیدیم تلاطمشی زیاد، از جمعیت هم زیاد بود، دیگه اومدیم. خب اینجا که جای شلوغ بود، چرا انتخاب کردید اینجا؟ دیگه جا شلوغ و نفهم بود، برامون بهتر. برای چی؟ جا؟ برای چی؟ برای فرار کردن. اسلحه چند تا؟ چند تا اسلحه داشتید؟ دو تا کلاشینکوف داشتیم من و آقا. با پلیس ما متوجه شدیم که در شهرستان نوشهر و چهالوس این مجرمان متهمین در دو تا ویلا در حاشیه دریای خزر پنهان شدند و مترصد هستند که در آینده نزدیک با توجه به اینکه فقرات متعدد سرقت داشتند و میلیون ها تومان اموال زرگرها رو در واقع سرقت کرده بودند و به پول نزدیک کردن از کشور خارج میشن. در کدام شهر هستند و به چه نحوی دستگیر شدند؟ ما صبح بود از خواب بیدار شدیم، محمد دو روز بود از ما جدا شده بود، توی چهالوس توی رادیو دریایی ویلا گرفته بود. دو ویلا در نوشهر و چالوس رو شناسایی کردیم. یکی از این ویلاها مخصوص محمد فتحی و خانمی بود که با این خانم تو اون ویلا حضور داشتن. توریست ویلا رو انتخاب کرده بودن که بتونن دقیقاً اطراف ویلا رو مشاهده بکنن و اگر مامورین آگاهی به محل نزدیک شدن بتونن اونها شناسایی بکنن و به سمت مامورین تیراندازی بکنن، که اتفاقاً همین اتفاق هم افتاد. و زمانی که مامورین اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی اصفهان و پلیس آگاهی مازندران به محل نزدیک شدن، محمد فتحی با سلاح کمری که در اختیار داشت به سمت مامورین ما تیراندازی کرد. ما این ویلا رو ترک کردیم و به سمت محل دوم که محل اختفاء 6 تا از سارقین مسلح و شرور بود حرکت کردیم. تو اون ویلا موضوع توفیر میکرد با خودی نور توجه داشته باشن به طور غیر محسوس بدون انجام هر گونه اعمال غیر ارادی سریعا عقب نشینی کنید، در محل مورد نظر کمین بگیرید. خودی نور توجه داشته باشید، عقب نشینی کنید. از اونها به عنوان محارب مجازات اعدام بر اونها جاری شد و بقیهشون هم حبسای طویل مدت دارن و الان در اختیار مقامات محترم قضایی و زندان هستن. افرادی نیستن که امروز و دیروز شروع کرده باشن. از سال 85 آگاهی اصفهان با این افراد درگیره. ماده 185 قانون مجازات اسلامی تصریح داره بر اینکه سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. این دیگه تعریف صریح قانونه. والا من نمیدونم در کدام نظام حقوقی به سارق مسلح میگن فرد سیاسی. کسی که سرقت مسلحانه، اینم در چند جای کشور و در چند نوبت با آن وضعیت فجیع میکنه، به این میگن فرد سیاسی.